خشم احمد مسعود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی برست. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی سیام نایاب. احمد مسعود در یک جلسه خصوصی از چندین روز بدین سو با ریاست جمهوری در تماس بودیم تا تالار لوی جرگه و خاطر گرامی داشت از 800 در اختیار بنیاد شهید احمد شاه مسعود قرار گیرد. معاون صاحب امرالله صالح از ما وقت خواستند و گفتند امروز یا فردا فرمان صادر می کند و تالار در اختیار ما قرار می گیرد. اما با وقت کشی زیاد کسان تماس گرفتند و گفتند رئیس جمهور تصمیم دارد مراسم 800 به شکل پرشکوه از سوی حکومت برگزار شود. سرانجام نه تالار در اختیار ما قرار داده شد و نه هم حکومت از این روز تجلیل کرد. واضح بگویم که آقای غنی به هیچ کسی اجازه نداد از این ارزش ملی و اسلامی تجلیل کند. این کار قطعاً به خیر خودش و حکومتش نیست. در عین حال به نقل از صفحه رسمی خبرگزاری شاهد، رئیس جمهور غنی با نشر پیامی 29 سالگرد پیروزی مجاهدین افغانستان را تبریک گفته و افزوده که مردم افغانستان پس از پیروزی جهاد روزهای سخت و تلخی را تجربه کرده اند که طعم پیروزی تلخ شد. او گفت که پس از پیروزی مجاهدین افغانستان و جهان فرصت‌های طلایی را برای بازسازی و همکاری از دست دادند و این بی‌توجهی افغانستان را به یک بحران امنیتی سیاسی و اجتماعی و یک دوره طولانی انزوایی بین‌المللی فرو برد. آقای غنی با اشاره به اینکه افغانستان در شرایط حساس قرار دارد گفت که لازم است از تجربات تلخ گذشته درس گرفته و در روند مدیریت صلح است تدبیر استفاده شود. او رمز موفقیت مردم افغانستان را در جهاد همبستگی و وحدت ملی آنها عنوان کرد و گفته که با یک صدا واحد میتوان به صلح منصفانه و پایدار دست یافت. در عین حال به نقل از صفحه رسمی اسپوتنیک، طالبان پیشنویس طرح صلح خود را با شورای عالی مصالحه ملی شریک کردند. معاون شورای عالی مصالحه ملی اظهار داشت که طالبان پیشنویس طرح صلح خود را با این شورا به اشتراک گذاشته اند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از او عطا رحمان سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی که امروز چهارشنبه 8 سال در مراسمی به مناسبت سال روز پیروزی مجاهدین صحبت می کرد گفت که پیشنویس طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی پس از بررسی طرح‌های متحده تهیه شده و به رهبری این شورا فرستاده شده است. سلیم پیشنویس طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی را همه شمول و سازگار با واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان خواند و ابراز امیدواری کرد که تلقین این طرح با طرح صلح طالبان و یک طرح واحد منجر شود که در آن تمامی طرف ها بتواند سعادت و راستکاری دینوی و آخرویشان را بیابند. معاون شورای عالی مصالحه ملی تاکید کرد این دو
طرح کار سختی نیست، در صورتی که پشت صحنه آجندا و ماموریت های برای سبوتاژ و از بین بردن نشست استانبول که همه در انتظار آن هستند نباشد. آقای سلیم گفت که آنان از آدرس شورای عالی مصالحه ملی با طرح واحد و با اقتدار در نشست های مرتب به صلح افغانستان شرکت می کنند. او در عین حال بر آدرس واحد نظام جمهوری اسلامی افغانستان در نشست استانبول تاکید کرد. سلیم همچنین گفت که آنان با طالبان تماس و تبادله پیام دارند و همیشه به این گروه گفتند که مراجعه کردن به آدرس های متحدت کار افغانستان را آسان نه بلکه سخت‌تر می کند و جانب جمهوری اسلامی حاضر است از آدرس واحد با طالبان مذاکره کند. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. این در حالی هست که قرار بود نشست استانبول در پیوند به صلح افغانستان در 24 مای جاری میلادی ابریل برگزار شود، اما برگزار کنندگان این نشست ترکیه، قطر و سازمان ملل متحد اعلام کردند که به دلیل حاضر نبودن طالبان این نشست برای بعد از عید سعید فطر به تعویق افتاده است. در عین حال یک خبر هشدارآمیز باز هم راپورهای ناگوار و غیر رسمی به دست می رسد که حاکی از دوام مذاکرات بین سطوح بالای جمهوری سه نفره با طالبان هست. پاکستان از این تماس ها آگاه هست، اما نیروهای سیاسی مردم پریشان حال و نیروهای امنیتی از آن اطلاع ندارند. بیم آن وجود دارد که این مشاورت های مخفی با طالبان ناگهان بر ریزش حکومت و نظام طی یک اقدام کودتایی به نفع طالبان صورت نگیرد. در آن صورت همه جبهات در یک عمل انجام شده قرار خواهد گرفت. قطعا فیصله شده است که در صورت بروز یک موج جدید مسلحانه علیه طالبان از شمال، دولت باید به نفع طالبان از صحنه کنار برود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.